اگر موقع آپدیت شدن ویندوز کامپیوترتون برقش بره یا دستتون بخوره دکمه ریستارت و کامپیوتر ریستارت بشه چه اتفاقی میفته؟ بعدش ویندوز بالا میاد یا نه؟ مشکلاتی واسش پیش میاد یا نه؟ چجوری باید حلش بکنیم؟ امروز قرار در مورد این مسئله توضیح بدم و چند تا روش بهتون یاد بدم که بتونید مشکل رو حل بکنید. با ما همراه باشید. سلام، مردشیر کاویانی هم، اینجا کانال چهارراه کامپیوتره و قراره امروز در رابطه با آپدیت شدن و مشکلاتی که موقع آپدیت شدن ویندوز پیش میاد صحبت کنیم. اول از همه یه پرانتز باز کنم، اگر ویندوز جدید نصب کردی و رفتی زدی آپدیت بشه ویندوزت که درایوراتو بگیره و اینا و دیدی که میگه ویندوز آپدیته یا یه پیغام قرمز رنگ میاد میگه نمیتونم آپدیت بکنم یا حتی اگه ویندوزتون جدیدم نیست و میبینید از یه وقتی به بعد دیگه این مشکل پیش میاد، احتمال 99% مشکل تحریم دارید و به خاطر تحریم است که این اتفاق افتاده. کافیه فقط یا یه VPN خوب بزنید یا از یه سرویس تحریم شکن استفاده بکنید، یه سرویسی مثل شکن، من نمیخوام تبلیغ شکن رو بکنم، و یه سرویسی مثل اون رو استفاده بکنید. من نمیتونم اینجا نشونش بدم و خودتون برید پیداش بکنید، کافیه فقط اسمش رو سرچ کنید، دو تا دونه DNS بهتون میده، DNS ها رو کانفیگ میکنید، یک بار کامپیوترتون رو ریستارت میکنید یا کارت شبکه‌تون رو قطع و وصل میکنید و بعد دوباره میاید بالا. این بار که بزنید آپدیت بشه میبینید براتون میره آپدیت ها رو میگیره و هیچ مشکلی دیگه وجود نداره. این پرانتز اول بود که حل مشکل آپدیت نشدن ویندوز. حالا اینو بذاریم کنار. ویندوزتون داره آپدیت میگیره، یهو کامپیوتر ریستارت میشه، کامپیوتر خاموش میشه، برقشو میکشید، برق میره یا هر چیزی. حالا چیکار باید بکنیم؟ اول از همه یه توضیح بدم. مایکروسافت میگه که آقا آپدیت های من چند مدل هستن. یه سری آپدیت های فیچر داره، آپدیت های رول بیس داره، آپدیت های سکیوریتی داره، اینجور چیزا. مایکروسافت میگه آقا من دارم آپدیت هامو کاری میکنم که خجالتی باشن، شای باشن، تو پشت صحنه اجرا بشن و شما اصلا متوجه نشید که ویندوز تون داره آپدیت میشه. پشت صحنه بره کارشو بکنه. الان دو دسته آپدیت داریم، یه سری اون شکلی هن، یه سری ها نه، آپدیت هایی هن که باید بری بزنی اینستال بشه، کامپیوتر ریستارت میشه، پشت صحنه طول میکشه، جلوی صحنه این بار میبینید که میگه آقا 5 دقیقه طول میکشه تا این کار رو انجام بدم. هر دو مدل این آپدیت ها وجود داره. اونایی که پشت صحنه اجرا میشن که خب هیچی، همون موقع نصب میشن و مشکل نره. اونایی که جلوی صحنه هستن به خاطر اینکه باید یه تغییراتی توی هسته ویندوز بدن، مجبوره که مایکروسافت کامپیوتر رو ریستارت کنه و اون موقع این تغییرات رو اعمال بکنه. واسه همین اینجاست که به مشکل میخوریم و امکان داره وسط کار برقمون بره یا به مشکل بخوریم و دیگه ویندوز بالا نیاد یا حتی ویندوز بالا بیاد و دیگه آپدیت نگیره و اصلا آپدیت اعمال نشده باشه. مایکروسافت میگه من دارم روی این قضیه کار میکنم و سعی میکنم اگر آپدیتی نصفه انجام شد یا حتی اگر آپدیتی مشکل داشت رول بک کنم، دوباره دانلود کنم، نصب کنم و مشکل حل کنم. بارها برام این مشکل پیش اومده و دیدم که خودش خود به خود این کارو انجام داده، آپدیت نصفه نصب شده، بعد دیدم نوشته رولینگ بک، رول بک کرده برگشت عقب، دوباره آپدیت کرده و نصب شده و هیچ مشکلی هم به وجود نیامده. ولی اگر به مشکل بخورید، اون وقتی که تازه اول مشکلات میشه. امروز قراره 5 6 تا روش بهتون یاد بدم که چطوری میتونید اگه به مشکل خوردید مشکلاتو حل کنید. بریم تو کامپیوتر دونه دونه روشا رو بهتون بگم، ببینیم که چطور باید این کارو بکنیم. آخر ویدیو یه نکته مهم داره. خب همونجوری که میبینید من الان ویندوزم مشکل نداره، هر چقدر تلاش کردم خرابش کنم نشد، دیگه گفتم ولش کن همینجوری ضبطش میکنیم. من مشکل نداره ویندوزم، ولی اگر مشکل داشت باید چه کارهایی انجام بدیم؟ بریم دونه دونه روش ها رو بهتون بگم. روش اول استفاده از ترابل شوت خود ویندوزه. کافیه فقط داخل سیتینگ سرچ بکنید ترابل شوت، ترابل شوت سیتینگ رو باز کنید، اینجا آدر ترابل شوت رو بزنید. همونجوری که می‌بینید برای خیلی چیزها ترابل شوتینگ یا تی شوت هم بچه‌ها شاید یه جایی بشنوید بگن، ادمین حرفه‌ای باشه میگه برو تی شوت کن. اگه تی شوت شنیدید منظور ترابل شوته. برای خیلی از ابزارها ترابل شوت وجود داره، مثلا پلی بک ویندوز نداری، چندم اپ استورت باز نمیشه، میتونی این رو رام بکنی، صدات ضبط نمیشه یا هر چیزی. یه گزینه برای ویندوز آپدیت وجود داره، اینجا میتونید ران رو بزنید، خودش بره سعی بکنه مشکل رو پیدا بکنه و حل بکنه. خیلی وقتا مشکل همینجوری حل میشه و اصلا نیازی نیست به سراغ مراحل بعد برید، فقط اینکه ترجیحاً باید اینترنتتون وصل باشه به خاطر اینکه بتونه بره از دیتابیسی که مایکروسافت روی وبسایتش گذاشته بخونه مشکلات رو، ببینه چیه و سعی کنه پشت صحنه بتونه حلش بکنه. بدون اینترنت هم کار میکنه، ولی بهتره که بذارید اینترنت وصل باشه. این احتمالا الان چیزی نمیتونه پیدا بکنه مشکلی به خاطر اینکه اصلا مشکلی وجود نداره. همونجوری که ببینید میگه آقا ترابل شوت رو کامل کردم، یه چیزی رو تونستم پیدا بکنم و مشکل رو حلش کردم. اینجا دیتکت نوشته، هنوز فیکس رو ننوشته.
و میگه که برو ببین ما مشکل رو تونستیم حل کنیم یا نه. اگه دیتیل اینفورمیشن رو بزنید توضیحات بیشتر واسهتون میاره. بله یه چیزی بوده تونسته دیتکتش کنه و کامپلیت حلش بکنه. اینم توضیحات حالا سری قبل و اینجور چیزا رو واسهتون میاره. پس این از روش اول که تو روش اول دیدید چجوری میتونید این کار انجام بدید. بریم سراغ روش دوم. روش دوم که میشه به عنوان روش سوم یا چهارم هم حتی اسمشو گذاشت ولی چون ساده تره من اینجا الان دوم گذاشتمش، اینه که از یه نرم افزاری استفاده بکنید که اینجا لینکش رو واسهتون گذاشتم. یه نرم افزاری وجود داره به اسم Reset Windows Update Tool. کارش اینه که دقیقاً ویندوز آپدیت رو براتون ریسیت بکنه. کافیه فقط لینکش رو توضیحات گذاشتم. وارد بشید روی این قسمت دانلود بزنید این صفحه واسهتون باز میشه. 4 تا نسخه واسهتون گذاشته، نسخه پورتیبلش، نسخه نصبیش به صورت اسکریپت یا لایتش. میتونید این نسخه ها رو هر کدوم خواستید دانلود کنید. من نسخه پورتیبلش رو دانلود کردم که از همه ساده تره. بریم با هم بازش بکنیم. این فایل زیپه، بازش که میکنید این آیکون نرم افزار رو اجرا میکنم. زبونتون رو انتخاب میکنید. من صفر رو میزنم. میگه که رو عادت ادمنستریتور نیستی و باید ادمنستریتور اجراش کنید. دوباره رایت کلیک میکنم، ران از ادمین رو میزنم. خب همونجوری که میبینید خودش یه دونه توضیحات داده اینجا و میگه که آقا امکان داره این برنامه هیچ وارانتی نداره و امکان داره که بزنه سیستمتون رو خراب بکنه. اگر خراب نیست اجراش نکن، ولی حواست باشه. پیشنهاد میکنم قبلش حتما یک ریستور پوینت از ویندوزتون بگیرید که ویدیوشو اینجا واسهتون میذارم. میتونید به این روش ریستور پوینت بگیرید، یه ریستور پوینت بگیرید و بعد اجراش کنید. من اجراش نمیکنم به خاطر اینکه الان ویندوزم هیچ مشکل نداره. اگه ویندوزتون مشکل داره یس رو میزنید و اجرا میشه. من نو میزنم و کنسل میکنم. پس اینم از روش دوم. این نرم افزار میتونه مشکلتون رو حل بکنه. روش سوم استفاده از یه دستور بسیار پرکاربرد توی ویندوز، یه دستوری که فوق العاده قدرتمنده به اسم دیسم. چجوری باید اجراش بکنیم، چجوری استفاده بکنیم؟ کافیه فقط cmd رو در حالت ادمین باز بکنید. دستور اینه: dism:online/cleanup-image/checkhealth. اول این چک هلت رو اجرا میکنید، میذارید بره شروع کنه چک کردن ببینه که ایرادی پیدا میکنه یا نه. الان برای من ایرادی پیدا نکرد. اگر ایرادی پیدا کرد ایراد رو براتون مینویسه. و بعدش کافی همون دستور رو این بار به جای چک هلت بنویسید ریستور هلت و اینتر بزنید. شروع میکنه اون رو برگردوندن. این درست داره چیکار میکنه؟ میره از سورس ویندوز که داخل ویندوز وجود داره شروع میکنه فایلای اصلی DLL این چیزا رو برمیداره، دوباره سر جای خودش میشونه و درستش میکنه. من زدم این بره. این هیچ مشکلی واسه سیستم شما ایجاد نمیکنه. با خیال راحت میتونید این کار انجام بدید. گفتم این دستور فوق العاده قدرتمنده و همین یه دونه دستورش هم، همین دوتا دستورش هم کاملا میتونه ویندوز شما رو نجات بده. حتی وقتی که ویندوزتون بالا نمیاد یا مشکلات دیگه داره هم میتونید از این دستور وقتی که سیستم رو با CD ویندوز بوت میکنید میاد بالا، یا توی مود ریکاوری میاد بالا، یا توی سیف مود میاد بالا، از این دستور استفاده کنید و با خیال راحت احتمالاً ویندوزتون رو میتونه مشکلش رو حل کنه. پس نه از روش سوم. یه راه اجراش از اینجا بود. یه راه دیگه‌ش هم اینه که تو منوی ریکاوری اون رو بخوایم اجرا بکنیم. حالا تو قسمت بعدی بهتون میگم. پس این دستور رو داشته باشید، تو قسمت بعدی هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب همونجوری که می‌بینید تموم شد و اوکی داد، گفتش که 100% تونسته کارش رو انجام بده. پس این برای روش سوم. روش چهارم استفاده از یه دستور قدرتمند دیگه تو دل ویندوز به اسم SFC. دوباره ران رو باز میکنیم یا از هر طریق دیگری کامند پرامپت رو باز میکنیم توی حالت ادمین. SFC:scanNow این رو میزنید و اینتر. خودش میگه که یه مدت زمانی طول میکشه تا بتونه چکینگ رو انجام بده. شاید حتی بگه که مجبورید کامپیوترتون رو ریستارت کنید و وقتی کامپیوتر ریستارت شد داشت میمد بالا این رو براتون چک میکنم. هیچ اشکال نره. اون کار رو بگید اوکی کنه، کامپیوتر ریستارت میکنه، یا میگه تو ریستارت بعدی، یعنی اون لحظه پنجره بسته میشه میره و تو ریستارت بعدی میاد SFC دستور رو چک میکنه و ویندوزتون رو چک میکنه. شاید بتونه این مشکل رو براتون حل کنه. دوباره این دستور هم از اون دستوراییه که خیلی جاهای دیگه مشکل ویندوزتون رو میتونه حل کنه. هر زمان دیدید یه DLL گم شده، یه فایلی مشکل داره، میتونید از این دستور استفاده کنید. حالا این دستور 3 و 4 رو شما میتونید موقعی که ویندوز داره بوت میشه میاد بالا و بوت نمیشه هم استفاده کنید. اجازه بدید اونجا هم بهتون یاد بدم این رو چجوری باید استفاده کنید.
خب همونجوری که می‌بینید پیغام داد 100% شد و گفتش تونستم یه فایل معیوبی رو پیدا بکنم و مشکلش رو حل بکنم. من بهتون گفتم ویندوز من مشکل نداشت، ولی قضیه اینه که این تمام مشکلات دیگر رو هم می‌بینه. چیزایی که شما نمی‌دونید اصلا ویندوزتون مشکل داره رو هم می‌تونه پیدا کنه. و اینجا هم براتون آدرس لاگ رو گذاشته که آقا چه مشکلاتی رو حل کرده، می‌تونید برید تو لاگش دوباره بخونید. پس اینم از روش چهارم. خب حالا فرض کنیم که ویندوز شما اصلا بالا نمیاد، خب، یا اینکه از اینجا مشکل رو حل نکرد. خوبه که یک بار دستور 3 و 4 رو توی حالتی که خود ویندوز درگیر نیست و هنوز ویندوز بالا نیومده هم چک بکنید و تستش بکنید که خیالتون راحت بشه. چجوری؟ کافیه فقط کامپیوترمون رو ریستارت کنیم، ولی قبل از اینکه ریستارت کنیم شیفت رو نگه می‌داریم. کلید شیفت رو نگه می‌دارم، ریستارت رو می‌زنم. همچنان شیفت رو نگه داشتم. خب کامپیوتر ریستارت شد، ولی همونجوری که ببینید یه پلیز وایت نوشت و صفحه اصلی ویندوز نمیاد بالا، توی این محیط میاد. حالا اینجا ترابل شوت رو میزنید، ادوانسد آپشن رو میزنید و استارتاپ ریپیر اینجا وجود داره و استارتاپ ستینگ و بقیه موارد. میتونید کامند پرامپت رو بزنید. این کامند پرامپت که باز میشه یه تفاوت اصلی داره. تفاوتش هم اینه که الان ویندوز درگیر نیست و حالا اون دوتا دستور رو میتونیم اینجا استفاده کنیم. دستور دیسم که هیچ فرقی نداره، همون دوتا دستور رو اینجا اجرا میکنید، ولی اگه خواستید دستور SFC رو اجرا بکنید باید آدرس درایو سی پوش ویندوز رو هم بهش بدیم. پس باید چجوری تایپش بکنیم؟ توی این حالت این دستور رو به این شکلی که میبینید و تو توضیحات گذاشتم تایپ بکنید. کپی پیست نمیتونید بکنید، دقیقا این رو باید تایپ بکنید. SFC/scan now/offbootdir و off وین دی آی آر. اینتر رو میزنم و میگه که آقا یه مدت زمان طول میکشه، میره این چکینگ رو انجام میده. دستور دیسم هم دقیقا به همون شکل دیگه، دیسم فرق نمیکنه. اول دیسم رو اجرا کنید، بعد این یکی، یا بعد این، اول اینو بعد اون یکی، این دوتا رو اجرا بکنید و امیدوارم که مشکل ویندوزتون حل بشه. اگه نشد میریم سراغ روش پنجم. روش پنجم اینه که دیگه کامپیوترتون رو کامل ریسیت بکنید. چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ وارد سیتینگ میشیم، اینجا سرچ میکنید ریکاوری و یه گزینه به اسم ریسیت دیس پی سی وجود داره. این رو میزنید، گزینه ریسیت پی سی براتون میاد، میتونید از اینجا ریسیت بکنید. دو تا گزینه واسهتون میاره، کیپ مای فایل و ریموو اوریثینگ، که میتونید از اینجا این کار رو انجام بدید. راه دیگه اش اینه که بریم تو همون منویی که قبلش بودیم برای روش قبلی و از اون استفاده بکنیم، که الان اون رو هم بهتون نشون بدم. راه دیگه اینه که به همون شکلی که قبلش گفتم وارد این منو میشیم، اینجا ترابل شوت رو میزنید، اینجا گزینه ریسیت دیس پی سی وجود داره، این رو میزنید. تو دو تا حالت فایلتون رو نگه داره یا همه چیز رو پاک بکنه، یا اینکه اصلا به جای اینکه این کار بکنید ویندوزتون رو عوض کنید. دیگه رسیدیم به آخر خط دیگه، اگر مجبور شدیم این کار رو میتونیم انجام بدیم. پس نه از روش پنجم، که امیدوارم به این قسمت نکشه کارتون و با دستورات قبلی مشکلتون حل بشه. اون نکته مهمی که گفتم اینه که اگر کامپیوترتون اومد بالا، روش 1 و 2 هم به دردتون میخوره. اگه بالا نیومد باید از روش 3 4 5 استفاده کنید. همونجوری که توضیح دادم چند تا روش واسه رفتن به اون محیط وجود داره. ساده ترینش اینه که کامپیوترتون روشن کنید، بزنید خاموشه، دوباره روشن کنید، بزنید خاموشه، دوباره روشن کنید، بزنید خاموشه، قبل از اینکه صفحه ویندوز بیاد. سه بار که این کارو بکنید دفعه سوم خودش میره توی محیطی که همین محیطو میبینید. از همینجا میتونید انتخاب کنید و این تغییرات رو اعمال کنید. این دو تا دستوری که گفتم جز قدرتمندترین دستورات درست کردن فایلای خراب ویندوز هستن. حتما حفظشون کنید، هر جای دیگری هم به دردتون میخوره میتونید ازشون استفاده بکنید. همین، امیدوارم هیچ وقت این اتفاق واسهتون نیفته، ولی اگه افتاد که میفته اینجوری میتونید مشکل رو حل کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، نظرتون رو بهمون بگید و دمتون گرمه. مرسی. من اردشیر کاویانی هم اینجا کانشاره کامپیوتر. فعلا خدا نگهدار.